سرخط مهمترین خبرهای امروز، کاروان کمک های یک نهاد خیریه داخلی به طرف خوست حرکت کرد. قماندان امنیه طالبان برای دره صوف بالا و امرانش توسط مولوی مهدی مجاهد تیرباران شد. صلاح به جای صلاح، طالبان جنگ را به بلخاب کشاندند. در نتیجه واژگون شدن موتر حامل طالبان در سمنگان، 3 طالب کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. سلام، درود به کانال ادارسانی ما، خوش آمدین مشروع خبرها. قماندان امنیه طالبان برای دره صوف بالا و دم راهش در بلخاب کشته شدند. 3 سرطان، 401، 8 ساب کابل. منابع محلی در ولسوالی بلخاب مدعی‌اند که قماندان امنیه طالبان در ولسوالی دره صوف بالای سمنگان و 10 تن از افراد تحت امرش در نتیجه کمین نیروهای مولوی مهدی مجاهد در بلخاب کشته شدند. منابع محلی به روزنامه 8 ساب میگویند که شام جمعه 3 سرطان پس از وارد شدن تلفات بر طالبان در خط گلروز، نیروهای قماندان امنیه طالبان برای دره صوف بالا برای حمایت بر سمت این خط در حرکت بود که در ساحه 4 با کمین نیروهای مولوی مهدی مجاهد روبرو شدند. در نتیجه این کمین قماندان امنیه دره صوف بالا و 10 تن از افرادش کشته شدند. در همین حال منابع میگویند که طالبان پس از چاشت امروز آنتن شبکه‌های مخابراتی در ولسوالی بلخاب را قطع کردند. از سوی هم منابع محلی به روزنامه 8 صبح میگویند که طالبان مانع انتقال مواد خوراکی به باشندگان ولسوالی بلخاب شدند. گفتنی است که درگیری همکنون در بخش‌هایی از این ولسوالی ادامه دارد. با این حال صلاح به جای صلاح، طالبان جنگ را به بلخاب کشاندند. 4 سرطان، 401. جنگجویان طالبان پس از روزها انتظار سرانجام جنگ بلخاب را کلید زدند. این درگیری صبح پنجشنبه 2 سرطان آغاز شد و در چندین موقعیت ادامه یافته است. طالبان در جریان تلاش برای بازداشت یا ترور مولوی مهدی مجاهد، فرمانده ناراضیشان، از قوای هوایی و حتی کندک های انتحاریشان استفاده کردند. طالبان رهبری این درگیری را به فصیح الدین فدرت، رئیس ستاد ارتش طالبان سپردند. در جریان 2 روز درگیری، جنگجویان طالبان هرچند در نقاط پیشروی داشتند اما با تلفات روبرو شدند. منابع تصریح کردند که در پی این درگیری ها 10 جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند. انتحاری کردند 1 اسیر طالبان در میان نیروهای وابسته به مولوی مهدی مجاهد و تلفات بر جای گذاشت. همچنان فرماندهان پشتون تبار و ازبک تبار این گروه در شمال کشور به دلیل عقب نشینی ها درگیر شدند که در نتیجه آن 2 کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. طالبان بیشتر گفته بودند که اگر شورای عالم آیشیه نتوانند مهدی مجاهد را به گفتگو و آمدن به کابل خانه سازند، آنان به بلخاب یورش میبرند. با این ترتیب طالبان در کنار پنجشیر اکنون به گونه مستقیم در 2 جبهه نیز جنگ را آغاز کردند. پس از هفته ها تلاش ناکام طالبان برای قانع کردن مولوی مهدی مجاهد، فرمانده هزاره تبار ناراضی این گروه، سرانجام جنگجویان طالبان بر بلخاب هجوم بردند و جنگ را آغاز کردند. بر اساس تصاویر که رسانه های اجتماعی نشر شد، صدها تانک و موتر و هزاران جنگجوی طالبان از مسیر مختلف به سمت این ولسوالی رفتند. رهبری این جنگ را قاری فصیح الدین، رئیس ستاد ارتش طالبان، ملا فاضل مظلوم، معاون وزیر دفاع طالبان، محمد ظریف مظفر، فرمانده قول اردی 207 الفاروق این گروه در حراد و همچنان والیان طالبان برای فاریاب و جوزجان بر عهده دارند. در کنار این، مسئولان محلی و ویژه ولسوال تعیین شده طالبان برای بلخاب نیز در جنگ حضور دارد و برای طالبان راهگشایی می کنند. تشکر از اینکه تاکنون کانال ما را بیننده بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقاتی خوش داشته باشین. تا درود دیگر، بدرود.